آقای دکتر شجاعی سلام، گفتم استاد عالی رتبم، واقعا ته قلبم آرزو کردم که ای کاش من میتونستم در کلاس های درس شما در نیویورک شرکت میکردم و از نزدیک در دانشگاه شاگرد شما میبودم و کسب علم میکردم و این لیاقت رو داشتم که شاگرد و استاد برجسته‌ای مثل شما باشم. جناب دکتر زمانی، من خدمت شما همه بینندگان سلام عرض میکنم. جناب علی شکست نفسی میفرمایید، با اینکه خب از بنده جوانتر هستید، اما عمق دانشتون و تسلطتون به تاریخ ایران، به زبان فارسی، کلماتی که استفاده میکنید واقعا قابل تحسینه. و خب به هر حال من و شما چون محقق هستیم به واسطه مدارک دانشگاهی که دریافت کردیم، میدونیم که انسان تا آخر عمرش هم هنوز شاگرده و روزی نیست که یاد نگیریم. و تصور این که ما یک زمانی مدرک دکترا گرفتیم و نمیدونم در 4 کلاس هم تدریس کردیم و همه چیز رو میدانیم، روزی است که یعنی در حقیقت اعلان هیچ ندانستن کردیم. روزی نیست که من در قسمت‌های مختلف سعی نکنم یاد بگیرم از جناب علی، از برنامه‌های بسیار خوبی که شما اجرا می‌کنید، حتی از طریق تلویزیون بنده هم می‌آموزم و خوشحالم که جزئی از این جامعه بزرگ و از این به قول معروف تیم برجسته‌ای هستم که آگاهی دهنده است. ممنونم. برای من هم یک به یک این برنامه، خصوصا برنامه‌هایی که در خدمت دوستان گرانقدر و آگاهی مثل شما هستم، سعادتی است و البته فرصتی برای آموختن بیشتر از محضر شما، مهمانان گرانقدر و کارشناسان برجسته‌ای که قبول دعوت میکنید، منت میگذارید و در این برنامه شرکت میکنید. اما آقای دکتر، برگردیم به کشور خودمون ایران. این روزها بحث بر سر تمامیت ارضی ایران در داخل و خارج از ایران به شدت بالا گرفته. از گفتگوهایی که برخی ها مطرح میکنن در فضای مجازی یا برخی حاشیه سازی هایی که انجام میشه، تا اون سمت حضور نظامی روسیه در ایران و استفاده از پایگاه های نظامی که طبق قانون اساسی ایران امری خلاف هست و به منزله وطن فروشی محسوب میشه. از سمت دیگه جمهوری اسلامی با کوشش برای اینکه نشون بده بسیاری از گروه های فعال مدنی در حوزه های اقلیت در آذربایجان، کردستان، سیستان و بلوچستان یا حتی در خوزستان زرخیز متاسفانه اقداماتی رادیکالی یا غیر امنیتی یا جدایی خواهانه دارن، میکوشه تا مردم رو سرکوب کنه. این شرایط امروز رو شما به صورت کلی چگونه ارزیابی میکنین آقای دکتر؟ جناب آقا زمانی، شرایط ایران بسیار بسیار خطیره و ما میدونیم که از همه جنبه ها، اقتصادی، سیاسی، نظامی، مملکت ما در اختیار یک مشتی آخوند عقب مانده است که برایشون ایران و ایرانی و سرزمین ایران معنا و مفهومی نداره هیچ. همونطور که خود خمینی در هواپیمایی که عازم ایران بود گفت، ابراز کرد و بارها و بارها به کرات هر روز شاید این آقایون معمم و آخوند بر ضد فرهنگ ملی ما، بر ضد ایرانیان عمل کردند، صحبت کردند، تبلیغ کردند، مردم رو تحمیق کردند و فقط آنجایی که دیگه کاملا کمکشون لنگ میمونه، مثلا حتی خود حجت الاسلام یا سقط الاسلام خامنه ای هم میاد میگه که حتی به خاطر مسائل و مصالح ملی هم که شده شما در خیمه شب‌بازی انتخابات شرکت بکنید. بنابراین این دسته بدون شک هیچ گونه وابستگی و به ایران، به سرزمین ما و عرق ملی ندارن. گروه های دیگری هم هستند که البته جهان وطنن و میگویند که تفاوت نمیکنه که ظلم و ستم در کجاست، استثمار در کجاست و همه مثلا کارگران جهان باید با هم متحد بشن. اما واقعیت امر این است که در یک محدوده جغرافیایی با آداب و رسوم تاریخی و یک سرزمین کهنسال، یک سرزمین، یک کشور، یک مملکت به وجود میاد که ساکنان اون برای حفظ خودشون، برای حفظ امنیت خودشون، برای حفظ و دوام موجودیتشون مجبور هستند که از اون قطع زمین دفاع بکنن و تمامیت ارضی اون رو به هر شکل شده حفظ بکنن. در شرایط فعلی میبینید که با کلمات بازی میشه. ملاحظه میفرمایید که رژیم همونطور که فرمودید مرتب داره تبلیغ میکنه که گروه های خارجی، کشورهای خارجی در صدد تقسیم ایران هستند و حتی اگر که واقعا مسئله ای هم نباشه، خود این وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به اعتقاد من آماده است که گروه های سیاسی ندانم کاری رو مسلح بکنه و
بگه ببینید که اینها به جنگ رژیم آمدن، کشتن اونها، قتل اونها، سرکوب اونها واجب خدایی است و اسلامی است، همونطور که امروز در مورد کشتار سال 67 به بهانه اینکه سازمان مجاهدین لشکرکشی کرده بوده اسرای در زندانها را هم گرفتند و کشتند، و امروز هم آقای لاریجانی اعلام میکنه که ما به حتی دنیای خارج و کشورهای غربی هم خدمت کردیم با این کشتار. اما اونچه که مسلمه جناب آزاده، مردم ایران مردمی هستند که سرد و گرم تاریخ رو چشیدند. شما به حمله اسکندر بیش از 2500 سال پیش اشاره فرمودید، بعد از اون هزار سال بعد حمله اعراب، ایران قطعاتیش کوچک شده اما فرهنگ ایرانی رو شما امروز حتی در خاک جدا شده از مام وطن در دوران قاجار رو هم میبینید. به تاجیکستان تشریف میبرید، اجداد من از شهر قبه هستند در آذربایجانی که امروز از مام وطن جدا شده، و این حس و این وابستگی ملی رو علی رغم آداب و رسومی که در مناطق مختلف کشور ما وجود داره ما میبینیم. من در نیویورک یک سلمانی دارم که اهل قزاقستانه. اصلا شما احساس میکنید که با یک ایرانی دارید صحبت میکنید، برای اینکه به هر حال ما به همه به یک جا برمیگردیم، و این مسئله در این شکلی نیست که باید یک تعادلی باشه جناب آقای دکتر زمانی بین یک نیروی مرکزی مقتدر که به نیابت از مردم و با تکیه به اراده ملی و رأی ملی از همه جهات در این دنیای پیشرفته امروزی وسائل، امکانات و اختیارات قانونی رو در اختیار داره که در مرحله نخست حاکمیت ملی رو اعمال بکنه با حفظ حدود و ثغور مملکت، و همینطور تصمیم گیری هایی که به سرنوشت مردم ساکن در گوشه و کنار مملکت زندگی میکنن به صورت شهرها و دهات و قصبه های مختلف یک نوع تعادلی وجود داشته باشه. این قانون اساسی ایالات متحده امریکا نمونه بسیار بسیار خوبی از این عدم تمرکز، از این تقسیم کردن حاکمیت ملی بین 340 میلیون آمریکایی است. من امیدوارم ما روزی به همت مردم ایران بتونیم حاکمیت ملی رو بین 80 میلیون ایرانی تقسیم بکنیم و هر فرد ایرانی احساس کنه که خودش بر سرنوشت خودش حاکمه و در اون منطقه‌ای که زندگی میکنه مسئولیت انفرادی و همینطور مسئولیت جمعی در مقابل ساکنان همه نقاط ایران، سرزمین ایران داره. باید مرزها حفظ بشه، آزادی‌ها حفظ بشه، حقوق بشر رعایت بشه. عدم تمرکز اقتصادی جناب دکتر آقا زمانی بسیار اهمیت داره برای پیشرفت اقتصادی، اون هم در این اقتصاد بسیار بسیار بیرحم جهانی که از بیرون میاد حمله میکنه و هر کاری که خواست انجام میده. من عرایزم رو طولانی نمی کنم، فقط این مقدمه بود که خدمتون عرض کردم که باید مراقب باشیم با لغتها بازی کردن، بازیچه دست رژیم جمهوری اسلامی شدن، همدیگر رو به جان هم انداختن، اشتباهات بزرگ سیاسی مرتکب شدن و مثلا گفتن که فلان حزب، من اخیرا شنیدم حزب دموکرات کردستان گفته ما مسلح میشیم، و از این جور حرفایی که خوراک قوی و خوب میده به جمهوری اسلامی که به سرکوب بیشتر مردم محروم ما در همه نقاط مشغول بشه باید خودداری کرد. ما در جنگ ضد صدام حسین و بعثی‌های عراقی خود که اشاره فرمودید شاهد بودیم که جوانان میهن از هر کجای ایران حتی بی توجه به آنچه که رژیم میگه و رژیم آخوندی میگه برای حفظ خاک وطن و نجات ساکنان خوزستان فداکاری کردند. از تهران، از رشت، از اصفهان، از شیراز، از سیستان و بلوچستان قطعی از خاک سرزمین ما نبود که جوانانش سراسیمه نشتابند، جوانان کم سن و سالش با کفش‌های دمپایی، با نمیدونم کفش‌های کتانی، بدون داشتن امکانات پیشرفته جنگی به روی مین برن و در مقابل دشمن خارجی بیستن. جایی نبود که این فداکاری رو نکنن. آیا واقعا مثلا مردم ساکنان خوزستان، ایرانیان ساکن استان خوزستان ایران
اگر این حمایت ملی و این حمایت سراسری در مملکت نبود، میتونستن در مقابل آدمکشان صدام حسین مقاومتی بکنند. دیدیم که حتی در اون منطقه هم خانوارها، زنان، بچه ها، کودکان به مناطق امتر داخل کشور پناه آوردند. اما جوانان غیور خوزستانی، حتی آنهایی که دو زبانه هستند و به فارسی دری و همینطور به زبان عربی هم تسلط دارند، که بسیاری از دوستان من در دانشگاه هم همین خصوصیت خوب داشتن، ایستادن، مقاومت کردن و این تفرقه پراکنی ها، این تفرقه افکنی ها، این هیله و نیرنگ ها، بازی با کلمات، بازی با لغات، که نمیدونم همه چیز ما به این شکل است، اگر اونطوری گفته بشه، اگر این کلمه استفاده بشه، ایران نابود شده. اون هم در شرایطی که ایران در اشغال بیگانگان و کارگزاران و عوامل خارجی است، در اشغال آخوندهاست. در لحظه تاریخی هم میهنان ارجمند، دشمن دیرینه ما در همدان، پایگاه هوایی پیدا کرده، پایگاهی که به سادگی میتونن ازش استفاده کنن برای اعمال نفوذ، حتی در نقل و انتقالات قدرت سیاسی در همین رژیم غیرقانونی جمهوری اسلامی. زمانی که میخوان ولایت فقیهی رو جدید رو مثلا به جای خامنه‌ای بنشونن، اگر که در همون اطراف اون مجلس خبرگان آمدن نیروهای مسلحی جمع شدن و گفتن، داخل مجلس شدن و گفتن که غلط زیادی نکنید، این فردی رو که گفتیم ولی فقیه جدیده، چه کسی باید در مقابل این نیروهای به اصطلاح مسلح بیسته؟ و اگر که حمایت هوایی نیروهای هوایی روسیه رو از پادگان هوایی در نوژه یا شاهرخی داشته باشند، آیا ایران به سوریه دیگری تبدیل نخواهد شد؟ امروز ایران دست ما خارج همین ارجمند، در شرایطی که ایران رو از ما گرفتن، ما بر سر گنجشکی که هنوز به دست نیاوردیم بخواهیم با هم بر بحث و گفتگو جدل بکنیم، به جای اینکه مثل یک شیر شرجه به دل دشمن به اصطلاح مشترک بزنیم، از صبح تا شب دنبال نمیدونم شالاتانگری و شالاتان بازی و ایجاد تفرقه بیشتر هستیم و از دست دادن آنچه که دارایی های ملی ماست برای مبارزه با این رژیم و وابستگانش و نیروهای خارجی که از شرق و غرب، از ایالات متحده امریکا، از انگلستان، از اروپا و همینطور از سمت روسیه مملکت ما رو جولانگاه خودشون کردن و به هیچ وجه منافع ملی ایرانیان رو در نظر ندارن. آقای دکتر، در خلال گفته‌های بسیار زیبایی که مطرح می‌فرمودید، اشاره کردید به جوانان وطن که در جنگ 8 ساله با عراق در میدان‌های جنگ حاضر شدند و با جان و دل از ایران دفاع کردند. بارها خصوصا در طول 10-15 سال گذشته این مسئله به طور خیلی جدی سعی میشه تبلیغ بشه که اینها به خاطر دفاع از اسلام رفتند و به خاطر اسلام جنگیدند. فقط یک نکته رو من میخوام به فرمایشات شما اضافه کنم، و اون این که بسیاری از کسانی که در جبهه‌های جنگ کشته شدند ایرانیان سنی تبار بودند، از کردستان، از خوزستان ایرانیان سنی تبار بودند، از بلوچستان ایران وقتی که گروه‌های مختلف رفتند شیعه هم نبودند، با کسانی که اون سمت عراقی‌هایی که اونها هم سنی بودند، اونها هم مذهب سنی داشتند، با اونها جنگیدند، ولی براشون کیان ایران مهمتر از مذهب، مهمتر از مرام و قبیله و رنگ و نژاد بوده و قطعا این نکته بسیار مهمی است که بایستی همواره در نظر بگیریم. اما اشاره کردید به نحوه حکومتداری در آمریکا. خب به هر حال این کشور یک کشور فدرالیته است و در حقیقت 50 ایالت مستقل در کنار هم یک دولت مرکزی رو در قالب قانون اساسی ایالات متحده آمریکا فراهم می‌کنند. بسیاری از منتقدان اعتقاد دارند که نگاه به آینده فدرالی برای ایران نگاهی غلط هست و به این دلیل که خب ایران از یک سابقه طولانی مدت تاریخی برخورداره و نیازی به جمع‌آوری اقوام گوناگون در کنار هم زیر یک پرچم فدرالی نداره. با اینکه خیلی ها هم معتقدند که کسانی که اینگونه به موضوع فدرالیسم نگاه میکنند چپگرایانی هستند یا افرادی هستند نزدیک به نگاه‌های چپگرایانه که سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی رو که در قالب جمهوری‌های گوناگون و تقریبا نیمه مستقل و یا خود مختار اداره میشد رو لحاظ میکنند. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که اساسا نوع و نحوه تمرکز زدایی در آینده ایران به چه سمتی باید باشه؟ چه نوع نگاهی میتونه کمک کنه به آینده ایران که هم تمرکز قدرت مرکزی مثل امروز باعث ایجاد فشار و
فقر و البته محدودیت ها و سرکوب در مناطق مختلف کشور نشه و هم اینکه این تمامیت ارضی یا این امنیت ملی به خطر نیفته. جناب آقا زمانی، این کشور ایالات متحده آمریکا که امسال 240مین سال استقلال خودش رو جشن گرفته بود، تصور میکنم که یکی از نمونه هایی باشه که بشه با مطالعه قانون اساسی اون و همینطور تاریخ اون به بسیاری از سوالاتی که ممکنه که در ذهن همیهنان ما باشه پاسخ داده بشه و بعد با توجه به واقعیت‌های فرهنگی و تاریخی ما و گذشته ما شاید بشه یک نوع الگویی از قانون اساسی امریکا و یا سایر قوانین اساسی در کشورهای پیشرفته و دموکراتیک گرفت و به سمت و سوی رفت که این همه سوء نظر، این همه اختلاف نظر و این همه سوء تعبیر از مفاهیم سیاسی و همینطور قانون اساسی وجود نداشته باشه. در امریکا میدونید که از سال 1789 که قانون اساسی تقریبا اجرا شده تا سالهای 1930، 1937، 1932، یعنی درست در اون بحران اقتصادی بین المللی، در اون بحران بزرگ اقتصادی، یک نوع دوگانگی حاکمیت ملی برقرار بود، یعنی به این شکل که دولت فدرال اختیارات قانونی داشت که از توسط قوای سگانش بهشون دسترسی پیدا میکرد و قانون اساسی صریحاً اختیاراتی رو در اختیار دولت فدرال میگذاره و بعد میگه که هر گونه اختیار و حاکمیتی که متعلق به دولت فدرال نیست و منع قانونی هم برای اعطای اون به دولت‌های ایالتی وجود نداره، اینها در اون حیطه قدرت حاکمیت حکومت‌ها و دولت‌های ایالتی است و نمیشه که در مورد اونها موانعی رو به وجود آورد. در این حال برای اینکه یک تعادلی وجود داشته باشه که قدرت مرکزی، حکومت مرکزی به یک حکومت دیکتاتوری تبدیل نشه که مثلا از واشنگتن راه بیفتن بیان کالیفرنیا و هر کاری که خواستن بکنن، قلع و خم بکنن و اعدام بکنن و بگیرن و ببرن و غارت بکنن و همه هر کاری که خواستن، این نیروهای محلی هم چه نیرویی که مثلا متعلق به یک شهر کوچکه، همه اینها ناشی از اراده مردم و رأی مردم، اختیاراتی دارن، حقوق قانونی دارن که این تعادل رو برقرار میکنه و در این حال محدودیت هایی دارن. به طور نمونه دولت فدرال آمریکا هر گونه تجارت خارجی رو، مسئله صادرات و واردات و غیره رو جزو حیطه اختیارات خودش میدونه و این دولت‌های محلی نمیتونن در این زمینه مثلا عهدنامه‌های بین‌المللی تجاری امضا بکنن در مورد حتی تجارت بین ایالات مختلف در سراسر امریکا. قانون یکسانی از طرف دولت فدرال و کنگره آمریکا وضع شده، کنگره‌ای که یک قانونگذارش مجلس سناست که از هر گوشه امریکا هر ایالتی دو نماینده به اونجا میفرسته بی توجه به تعداد جمعیت اون ایالت و اینها قوانین مربوط به تجارت در داخل کشور رو بین ایالات مختلف تنظیم کردن، یونیفرم یعنی متحدالشکل و دولت‌های محلی نمیتونن که برخلاف اون اقدامی انجام بدن. حتی دولت محلی رو محدود به این کردن که جناب آقا زمانی نمیتونن که به اندازه حتی فرض بفرمایید یک وجب، به اندازه یک متر این حدود و ثغور جغرافیایی خودشون رو حتی با مراجعه به قانونگذار محلی تغییر بدن. این از حیطه اختیارات دولت فدرال آمریکاست. مثلا نیویورک و نیوجرسی نمیتونن بیان بگن آقا این رودخونه هاتسون رو بیایید با هم دیگه، هاتسون رو باید عرض بکنم، ما به شکل بین هم یه جور دیگه تقسیم بکنیم. نخیر، اون خطی که کشیده شده، اون مرزی که بین دو ایالت تعیین شده غیر قابل تغییره و مرز هر ایالت حتی با کشورهای خارجی هم غیر قابل تغییره. بنابراین امکان این که عاقلانه با تکیه به شرافت ملی، با تکیه به شرافت انسانی، حقوق انسانی تک تک مردم، حاکمیت ملی رو بین میلیون ها نفر به عنوان یک فرد تقسیم کرد، بین میلیون ها نفر سپرد با از طریق یک سیستم دموکراتیک
تعادلی برقرار کرد بین نیازهای بومی و نیازهای منطقه‌ای و نیازهای ملی و نه به هیچ وجه مملکت تقسیم بشه، تکه تکه بشه، پاره پاره بشه و به هیچ وجه هم دیکتاتوری متمرکزی مثلا از واشنگتن به وجود نیاد، راه بیفته بیاد بره کالیفرنیا یا یه جای دیگه هر کاری که خواست بکنه. و بعد از سال 1937، سال 1930 تقریبا باید گفت که همین نوع فدرالیزم هم درش تغییراتی داده شد. قدرت دولت فدرال حتی بیشتر شده با توجه به قدرت مالی که دولت فدرال داره. شما امروز برنامه‌های اقتصادی رو یا قوانین رو حتی می‌بینید که دولت فدرال تعیین می‌کنه و بعد میگه که اگر شما همین قوانین رو در ایالت خودتون رو هم اجرا بکنید، مثلا من مقدار زیادی پول و مالیات هایی که دریافت کردم رو در اختیار شما میگذارم. مثلا در مورد حمل و نقل و زیربنای رفت و آمد و پلها، جاده ها، راه آهن، دولت های محلی هر کدام رأی قانونگذارانشون بودجه رو تخصیص میدن برای انجام این کار، حالا مالیات میگیرن یا هر کاری میکنن بودجه تخصیص میدن. دولت ایالتی این رو اختیار کامل داره. دولت فدرال هم میاد میگه که من این بودجه که شما تخصیص دارید معادل اون رو من به شما میدم، به شرط اینکه مثلا مراقب باشید که موجب آلودگی محیط زیست نشید، موجب آلودگی هوا نشید. درسته آقای دکتر، در کنار نسخه فدرالیزم که حالا ما در ایالات متحده آمریکا نمونه از اون رو میبینیم، نسخه دیگری از تمرکز زدایی در قالب اختیارات شوراهای شهری و استانی در کشورهایی مثل فرانسه یا انگلستان در حال اجراست. حالا دوستانی هستند به کلمه فدرالیزم حساسیت دارند یا فکر میکنند که این نسخه مطابق با استانداردهای جغرافیایی و شرایط تاریخی کشور ما نیست. نسخه ای از دولت غیر متمرکز که امروز در انگلستان یا در کشوری مانند فرانسه در حال اجرا هست، این نسخه رو شما چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟ اتفاقا این مدلی رو که جناب علی اشاره فرمودید در اروپا، در تقریبا در امریکا هم داره اجرا میشه. الان در هر شهرداری که شما تشریف ببرید میبینید که شهردار اون منطقه رو مردم منطقه خودشون تعیین کردن، خودشون انتخاب کردن و این شهرداری میتونه که با تکیه به رأی و توافق شورای شهر، شورایی که باز از طرف مردم تعیین شدن و انتخاب شدن، در امور شهرداری و امور اون منطقه حتی قانونگذاری بکنه، مالیات وضع بکنه، مالیات برای مثلا مدارس، مالیات برای راهسازی، جاده سازی و غیره و حتی مالیات بر درآمد وضع بکنه. و اینها به هیچ وجه متمرکز نیست و به هیچ وجه با اون قدرت و اختیارات دولت پرقدرت فدرال امریکا و مرکزی هم هیچ گونه ضدیتی نداره. در ایالات متحده امریکا مثل همون چیزی که اشاره فرمودید، در اروپا شما دو سری قانونگذار دارید، دو سری قوه قضاییه دارید. بسیاری از به اصطلاح قضاتی که در مناطق مختلف مشغول به کار هستند، قضات ایالتی هستند که اینها از طریق مردم مستقیما توسط مردم انتخاب میشن و در عین حال قضاتی هم هستند که توسط دولت فدرال و قدرت مرکزی و کاخ سفید آقای اوباما حتی اینها انتخاب میشن که باید به تایید سنای امریکا هم برسن که میدونید سنای امریکا فقط 100 نفر هستن، قبلا اشاره کردم، و همه ایالات امریکا در اون نقش و قدرت مساوی و برابر دارن. و بعد میبینید که حتی از نظر نیروی پلیس، نیروی انتظامی هم ما دارای چندین لایه مختلف هستیم، به این شکل که مثلا در هر منطقه خودش پلیس محلی خودشو داره. من چند سال پیش در یه شهری به نام راینبک در نیویورک زندگی میکردم، اداره پلیس خودشو داشت، یک پلیس فقط داشت، یک اتومبیل پلیس داشت در اون منطقه که شاید در حدود مثلا 1000 خانوار فقط زندگی میکردن، ولی در کنار اون جاده دولتی بود، جاده فدرال بود که همینطور ما از نیروی پلیس ایالت نیویورک هم بهرمند بودیم، اونها هم بودن و مضافاً بر اون دولت فدرال آمریکا نیروی پلیس خودش رو که به نام FBI مشهوره در اونجا دفتر داشت، در اونجا مأموران داشت و اگر جرمی انجام میشد، اتفاقی میافتاد که
بین ایالات بود، این مسئولیت پلیس ایالتی بود به اون رسیدگی بکنه. اما اگر جرمی، جنحه‌ای، جنایتی محلی اتفاق میافتاد، این پلیس محلی بود که میامد وارد صحنه میشد. و به همین دلیل هم هست که شما میبینید از این ایالت به اون ایالت، از این شهر به اون شهر، از این قصبه به اون قصبه، در همین ایالت مثلا نیویورک یا نیوجرسی که شما تشریف میبرید، رنگ اتومبیل پلیس ها هم متفاوته. پلیس نمیتونه یه متر اون طرفتر بیاد در تعقیب شما، مثلا به خاطر یک جرم رانندگی یا خلاف رانندگی، و باید از پلیس محلی استفاده بکنه. و بلافاصله اصلا از نظر قانونی هیچ گونه قدرت قانونی نداره. شما ببینید چطور عدم تمرکز میتونه که در حقیقت دموکراسی رو تقویت بکنه، شهروندان رو قدرتمند بکنه، که خودشون مستقیما در بسیاری از اموری که به هیچ وجه به گوشه دیگری از این خاک مربوط نیست و خدشه‌ای به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی مملکت نمیزنه، دخالت نکنن. مثلا شما در همون فرانسه که اشاره فرمودید، از نظر اقتصادی جناب دکتر آقازمانی، ببینید در اتحاد جماهیر شوروی می آمدن برنامه‌های اقتصادی متمرکز رو سال بعد از سال تهیه می‌کردن و به اجرا می‌گذاشتن، و ما دیدیم که حالا از مسائل ایدئولوژیکش که بگذریم، چطور با شکست مواجه شدن و چطور توانایی تأمین حتی یک زندگی ساده رو برای شهروندانشون نداشتن. در فرانسه هم از این برنامه ریزی متمرکز استفاده می‌کنن، ولی موقعی اجرا که می‌شد، و شاید هنوز هم دارن این کارو میکنن، موقع اجرا که میشد غیر متمرکز عمل میشد. یعنی با عنوان یک راهنمای راه این رو دولت مرکزی تهیه میکرد، با بودجه، با اطلاعات عمیقی که راجع به همه فرانسه داشت، با توجه به سیاست‌های اقتصادی خارجی، و بعد این رو در اختیار بخش خصوصی میگذاشتن، و هر گوشه مملکت بخش خصوصی، شرکت‌های مختلف، اینها هستند که اون برنامه متمرکز رو اگر مایل بودن و به صلاح منطقهشون بود اجرا میکردن. در آینده ایران جناب آقا زمانی، ما نیازمند به این هستیم که کشورمون رو به چند منطقه غیر متمرکز اقتصادی واقعا تقسیم بکنیم. مردم مثلا مشهد، یا مردم نمیدونم زابل یا سنندج یا خوزستان، اینها باید خودشون بتونن شهردار خودشون رو انتخاب بکنن، بدونن از کجا مالیات بگیرن. منابع طبیعی که در این مناطق هست، به جز منابع طبیعی که متعلق به همه ملت ایرانه، از جمله مثلا معادن و همون نفت و غیره که شما اشاره فرمودید، مالی مشاع متعلق به 80 میلیون ایرانی فعلی و نسل‌های آینده اون مملکت، اینا بتونن از منابع طبیعی محلی خودشون استفاده بکنن. در همین استان سیستان و بلوچستان ما ببینید که این سواحل چطور همینطور دست نخورده باقی مونده. آب شور دریا رو میتونن اینها اراده بکنن، سرمایه جمع بکنن. ما راجع به تعاونی‌ها در آخرین برنامه که در خدمتتون بودم صحبت کردیم. اینها یعنی همه عدم تمرکز، یعنی استقلال و آزادی فردی و جمعی و گروهی در منطقه با توجه درست به مقتضات اون منطقه. آقای دکتر عذر میخوام، سابقه این عدم تمرکز زدایی در ایران برمیگرده به طرح انجمن‌های ایالتی و ولایتی در دهه 1340 خورشیدی، که با مخالفت شدید روح الله خمینی و دیگر اذناب او در همون زمان در حوزه‌های علمیه قم و برخی دیگر از شهرها تحت عنوان مقابله با اسلام مواجه شد. اساساً شما این طرح تمرکز زدایی رو، یا این طرح واگذاری اختیار به حوزه‌های استانی و محلی رو در ایران چگونه ارزیابی می‌کنید بر اساس روایت تاریخ؟ ببینید، شما در ایران هم طبق روایت تاریخ که می‌فرمایید، برگردید به دوران نمی‌دونم کوروش و غیره، می‌بینید هر کجایی رو که اونها از تصرف بیگانه خارج می‌کردن، و یا حتی اگر تصرف می‌کردن، بلا فاصله والی محلی رو تعیین می‌کردن و فقط ازش مثلا خراج می‌گرفتن، ازش مالیات می‌گرفتن، یا اگر جنگی بود از او سرباز می‌خواستن و کمک مالی و غیره. اما دیگه این اختیاراتی که شما روزمره زندگیتون میخواید چطوری اداره بکنید، از تهران ما یک بخشدار بفرستیم به اقصی نقاط کشور که این بخشدار باید از سوی وزارت اطلاعات و یا سازمان امنیت و غیره هم قبلا تایید شده باشه، و کار این بخشدار هم اصلا مسئله سیاسی نیست، مسئله آبادانی کشور، مسئله اون منطقه است. مسئله این است که ببینن مثلا منطقه بندی در اون منطقه جغرافیایی باید چجوری باشه، خانه سازی به کجا بره، زیربنای اقتصادی چجوری باید بنا بشه. این سیستم تمرکز در حقیقت
به جز اون ریشه های تاریخیش که یک زمانی که در ایران ملوک و طوایفی بود اون بسیار متفاوته با این اختیارات محلی دادن. ملوک و طوایفی بود یعنی ما دیکتاتورهای متعددی داشتیم که به طور مستقل با زور خنجر و شمشیر و اسلحه حکومت میکردن، منابع رو میبردن، منابع ملی ما رو میخوردن در اون منطقه و مردم بومی اونها هم در حقیقت رعایای اینها بودن، به اونها ظلم میشد. خود در این شرایط شما خلعیت میکنید، همون کاری که رضا شاه انجام داد، ولی به دنبال اون هم شما اگر سیستم متمرکز داشته باشید و اجازه ندید، یعنی دیکتاتوری رو از تهران به همه نقاط کشور توسعه بدید. آخوندها که میدونید، آخوند میگه نماینده خداست، آیت الله، آیت الله عظماست، رساله داره و باید همه حرفش رو گوش بکنن. حتی در همین سیستم آخوندی هم اگر واقعا ما به قبل از روی کار آمدن این رژیم یک توجه بیشتری بکنیم، میبینیم که در انتخاب مرجعی که ازش میخواید تقلید بکنید، ایرانیان شیعه همیشه اختیار داشتن. این در حقیقت انتخاب شخصی خودشون بود. یکی میگفت من میخوام مقلد آقای خمینی باشم، دیگری میگفت ما آقای شریعت مداری، گلپایگانی دیگه. و حتی در این به اصطلاح مرجعیت شیعه هم تعدد بود. اینها آمدن امروز میگن نه، ولی فقیهه و در همه مسائل برتری داره بر بقیه. ولی فقیه میتونه از تهران لشکرکشی بکنه، خلخالی نامی رو بفرسته به کردستان، مردم ما رو قلقم بکنن، جوانان رو با گلوله به گلوله ببندن. هم از نظر سیاسی، هم از نظر اجتماعی و فرهنگی و هم از نظر تاریخی به اعتقاد من این مردم بومی هستند که میتونن دموکراسی واقعی رو پیاده بکنن. من یه مثالی میزنم که این تقریبا باید گفتش که فعلا عملی نیست، یه مثلا یک مسئله. تصور بفرمایید در شهرهای مذهبی ایران مثل قم و مشهد، این دو نمونه رو در نظر بگیرید، بیاین و مردم بومی رأی بدن آقا ما میخواییم دقیقاً طبق مقرراتی که این آخوند به ما میگه مقررات اسلامی است عمل بکنیم، میخواییم در اینجا این کارها رو انجام بدیم. البته که دولت مرکزی وظیفه داره، آقا نمیتونی دست قطع بکنی، نمیتونی سنگسار بکنی، این حرفا نیست. اما میگه در احوال شخصیه و ازدواج و طلاق و ارث و میراث مردم بومی همه رأی دادن و میگن که این امری است که ما تصمیم گرفتیم. حالا اگر کسی با این راضی نباشه، بقیه ایران میهنشه، وطنشه، خیلی راحت میتونه بره یه بر دیگه زندگی بکنه. و در این حال هر کسی هم که مثلا رنج میبره از اینکه در تهران یا در مشهد یا جای دیگری کنسرت گذاشتن و آقا مثلا خیلی ناراحت شده و نمیدونم بیزه اسلام به خطر افتاده، اگر واقعا یه همچین اعتقادی داره آزادی ایجاب میکنه، خیلی خوب برو در مثلا قم که اجازه برگزاری کنسرت رو نمیدن، برو در اونجا زندگی کن. البته منظور من این نیست که باید به این تعرضات به حق و حقوق انسانی ایرانیان آخوندها ادامه بدن و یا اصولا حقی دارن، ولی میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم که این موضوعات قابل بحثه. این موضوعی است که نه امروزی که ما همه مملکتمون دست آخونداست، در فردایی که فرصت رأی آزاد دادن، فرصت بحث و گفتگو بود که مقدماتش باید امروز برقرار بشه، نباید هم دیگه حمله کردن آقا تو این کلمه رو به کار بودی، اصلا دشمن ایرانی، میخوای ایران رو نابود بکنی. حرفای یعنی چه؟ اساتید دانشگاه، افراد متخصص، کارشناسان سیاسی، کارشناسان امور حقوقی، کارشناسان مسائل قانون اساسی، اینا باید این مسائل رو بحث بکنن، گفتگو بکنن. هیچ کلمه‌ای، هیچ سیستمی، هیچ مدلی هم جز اون چه که به تمامیت ارضی ایران لطمه میزنه، جز اون چه که مختل آزادی‌های فردی مردم ایرانه، جز اون چه که من حتی در این به اصطلاح اساسنامه شورای ملی هم دیدم، هر چیزی که در اون چارچوب خارج از اون چارچوب باشه و لطمه بزنه، مردم هستن تصمیم میگیرن، بحث بشه، گفتگو بشه. مسلمه که کسی نمیتونه مثلا در یک حکومت غیر متمرکزی که شهردار سنندش توسط مردم بومی انتخاب میشه، شورای شهرش انتخاب میشه، مالیاتش گرفته میشه، هر کاری که میخوان دانشگاه میخوان تأسیس بکنن، رئیس دانشگاهش رو اساتید همون منطقه و همون دانشگاه تعیین میکنن، از وزارت علوم یه مامور اطلاعاتی و امنیتی رو میفرستن بره مثلا در دانشگاه مشهد به عنوان رئیس دانشگاه مشهد. شما ببینید دیگه چه بر سر مردم میاره، چه بر سر علم میاره، چه بر سر دانش میاره. هر کجا که دست میزنی، وقتی که قدرت و حاکمیت منبعث از اراده فرد و افرادی است که در اونجا سرمایه گذاری کردن، زندگی میکنن،
اجدادشون دفن شده، فرزندانشون رشد میکنن، ارث میبرن، سهم الارث بهشون تعلق میگیره، هر کجا که این اختیارات به مردم منتقل میشه، این امید به آزادی، امید به دموکراسی بیشتر. آقای دکتر، شاید مشکل دقیقاً همینجاست، یعنی دقیقاً نکته همینجاست. بعد از چیزی در حدود 15-16 سال که از وقوع حادثه تلخ انقلاب سال 1357 خورشیدی گذشت، محمد خاتمی با شعار اعاده حقوق معطل مانده قانون اساسی از جمله انتخابات شوراهای شهر، شوراهای اسلامی شهر به میدان آمد و رأی مردم رو هم در 2 خرداد 76 گرفت و بعدها نخستین دوره انتخابات شوراهای شهر رو هم در ایران خود او همزمان با دومین دوره انتخاباتش در سال 80 برگزار کرد. امروز 15 سال، بیش از 15 سال از در حقیقت آغاز و تأسیس شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران میگذره، اما ما همچنان علارغم وجود این شوراها که میتونه به نوعی زمینه انتقال قدرت به حوزه های محلی رو ایجاد کنه برای جلوگیری از تمرکز، شاهد همین رویدادها هستیم که شهردار فلان منطقه همچنان یک فرمانده سابق سپاه هست یا فلان مدیر استانی کاملا مشخص از تهران و از یک جای دیگر مملکت آمده و اساسا اینگونه مهره چینی میشه که مردم رو تحت فشار قرار بدن. این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ اساسا جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا میتونسته در این زمینه مثمر ثمر باشه؟ ببینید، حکومت حکومتی است استبدادی، حکومتی است متمرکز، حکومتی است که ولی فقیه حرف آخر رو میزنه و کلام رو ختم میکنه، حکومتی است که شما میبینید دولت سایه، دولت موازی در طی همه این سالها وجود داشته و بدتر از همه اینها از شورای اسلامی صحبت میکنن به جای شوراهای محلی، شوراهای بومی، شوراهایی که بدون توجه به دین و مذهب و اعتقادات مردم، صرفا به خاطر اینکه ساکن یک منطقه هستن و در اون منطقه جانشون، همه چیزشون سرمایه گذاری شده، باید تشکیل بشه. بنابراین شما نمیتونید ببینید این توازنی که من خدمتتون عرض کردم که در قانون اساسی آمریکا بهش بسیار توجه شده که دولت مرکزی، دولت فدرال نمیتونه دیکتاتور باشه، به طور دیکتاتوری عمل بکنه، ولی مثلا دولت‌های یا شوراهای شهری، شوراهای محلی، شوراهای اسلامی، اینها به طور دموکراتیک و آزادانه بیان بر اساس احتیاجات و نیاز و خواسته ها و سلیقه مردم بومی عمل بکنن. دیکتاتوری این اجازه رو نمیده. بنابراین اون شورای محلی هم باید قدرت کافی داشته باشه که مانع برقراری دیکتاتوری بشه و قدرت به اصطلاح ملی هم باید مانع برقراری دیکتاتوری محلی بشه. ولی در جمهوری اسلامی که خب همونطور که اشاره فرمودی، ماموران اطلاعاتیشون رو بعد از یک کمی دیگه پیر شدن و سرکوب مردم دیگه جسمن زورشون نمیرسید، میفرستن فرماندار اینجا بشو، شهردار اونجا بشو، مدیر عامل این قسمت بشو و در حقیقت سیستم متمرکزه. و خاتمی هم آمده بود گول بزنه، آمده بود وعده و وعید میداد و به قول خودش یک تدارکاتچی بیشتر نبود، امکان این است. و اینم باید در خود قانون اساسی گنجونده بشه. شما نمیتونید قانون اساسی جمهوری اسلامی ولایت فقیه رو داشته باشید، از این شوراها هم صحبت کنید. تناقض انشاء نویسی است و برای همینه که اگر به همت جوانان ایران، به همت قیورانی که در خارج از کشور مبارزه میکنن، حاکمیت ملی برقرار بشه، قانون اساسی جدید ایران باید قانونی باشه که جلوی دیکتاتوری و تمرکز قدرت رو و تمرکز قدرت در طی زمان رو در دست یک گروه خاص بگیره، چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه‌ای، و همه چیز دوره‌ای باشه، همه چیز دوره‌ای باشه. ما الان یک شاهزاده‌ای داریم که او هم با توجه به اینکه حتی سوابق تاریخی نمیدونم پادشاهی و غیره ایجاب میکنه یا میگن اونایی که طرفدارشن باید بگی که من میخوام یک حکومت مثلا موروثی داشته باشم، او هم متوجه شده و میگه که باید به انتخاب مردم باشه، مردم هستند که باید تصمیم بگیرن که میخواهن یک سمبل ملی در رأس مملکت باشه که مثلا ریش سفیدی باشه که برای مادام المور انتخاب شده باشه، نامش پادشاه باشه، یا یک کسی باشه که برای دوره 6 سال به 6 سال انتخاب بشه و نامش مثلا رئیس جمهور باشه. شما ببینید روح دموکراسی خواهی و روح عدم تمرکز و مانع ایجاد دیکتاتوری رو شما در تک تک این صحبت‌ها و این حرکات و این ابراز عقیده ها می‌بینید. و من مطمئن هستم که اگر واقعا اون فرصت برای رأی دادن، برای اینکه این رژیم غیرقانونی رو
بر کنار کردن و سرنگون کردن و برانداختن به وجود بیاد، اگر که خودخواهی های شخصی و این دیکتاتوری هایی که در وجود همه هست، هر کسی میخواد بره جانشین خمینی بشه. من با آقای امیر طاهری سالها پیش مصاحبه داشتم، شما در اون زمان شاید هنوز وارد دانشگاه قرم نشده بودی، از طریق یک رادیوی فارسی زبان در نیویورک از ایشون سوال میکردم که چه میشه. میگفت مشکل اساسی همه مخالفان رژیم جمهوری اسلامی این است که حتی اونهایی که میخوان رژیم جمهوری رو براندازن، مشکلشون اینه که انتخاب دومشون جمهوری اسلامی است. میگن انتخاب اول من، اونچه که من میخوام، من اگر من مثلا کمونیست بتونم جایگزین جمهوری اسلامی بشم، هر کاری میکنم، با همه کس همکاری میکنم که این کار بشه، ولی اگه فکر کنم اینطور ممکنه نشه، انتخاب دومش آقای امیر طاهری فرمودن همین جمهوری اسلامیه. میگه هر تو سر کله هم بکوبی، هنوز نه به باره نه به داره، هیچی دست ما نیست. مثل اینکه الان تمام نمیدونم کاخ ریاست جمهوری آماده شده یا کاخ پادشاهی آماده شده و الان میگن که بدوید برید این صندلی ها رو بگیرید، تو سر کله هم بزنیم، کی رو عقب صف نگه داریم، کی رو اصلا جلوشو بگیریم، مانع بشیم که نره جلو، مبادا بره جلو. در حالی که امروز روزگار در شرایطی که هم میهنان ارجمند حداقل دو موضوع خطیر تاریخی رو ما باید روش انگوش بگذاریم، روس‌ها در ایران پادگاه هوایی به دست آوردن، کجا این ما که باید این الان در سراسر جهان اعتراض بکنیم؟ بازرسان آژانس بین‌المللی اتمی میتونن سرزده به خاطر این تسلیم‌نامه برجام هر زمان که خواستن پادگان‌های نظامی ایران رو مورد بازرسی قرار بدن. تجاوز به حقوق ملی ما از شرق و غرب، به جای اینکه گریبان جمهوری اسلامی رو بگیریم که چنین شرایطی رو به وجود آورده، به جای اینکه گریبان جمهوری اسلامی رو بگیریم که چرا جوانان ما رو در خوزستانی که هنوز آباد نشده، خراب است بعد از این جنگ تحمیلی، چرا باید در فشاری بر اونها باشه؟ در سیستان، در بلوچستان، امروز خبری بود جناب آقا زمانی، دیروز بود یا چند وقت پیش قبل از این برنامه که در خدمت شما هستم، کودکان کار خیابانی رو در بروجرد، شهر آبا و اجداد من، در اونجا دستگیر کردن به خاطر اینکه اینها میگن آدامس نمیدونم مسموم میفروختن. وضعیت اقتصادی بحران، به جای اینکه الان دست به دست هم بدیم بریم به سازمان ملل مراجعه بکنیم، این نوار آقای منتظری رو به انگلیسی ترجمه بکنیم، به عنوان بهترین سند عدلیه پسند، محکمه پسند، ببریم و بدیم به دادگاه بین المللی، ببریم بدیم به شورای امنیت و از تک تک اعضای شورای امنیت بخواهیم که به این پرونده سیاه جنایت علیه بشریت رسیدگی بکنن، مردم رو از این به وحشت بیاندازیم که این من طبق اساسنامه ماده 7 اساسنامه سازمان ملل، یعنی دعوت خارجی ها به حمله نظامی به ایران، حرف هایی که واقعا به اعتقاد من هیچ بچه دبستانی هم نمیپذیره. فصل 7 اساسنامه سازمان ملل متحد به مسائل حقوق بشر کاری نداره، به امنیت و صلح جهانی اگر به خطر بیفته به خاطر اقدام یک کشوری، طبق فصل 7 سازمان امنیت و شورای امنیت رسیدگی میکنه، در مرحله اول تحریم های اقتصادی رو وضع میکنه، در مراحل بعدی ممکنه کار به جای دیگه برسه، به لیبی و به عراق و به روسیه و به سوریه که حمله کردن مسئله نمیدونم نقض حقوق بشر نبود، صدام حسین گور رو گور سر می برد، آقای رامسفیلد اون زمان می رفت با صدام حسین چای می خورد، آقای جو بایدن می رفت نمی دونم با در لیبی در جاهای دیگه، رئیس جمهور فرانسه می رفت، نخست وزیر فرانسه می رفت، مسئله حقوق بشر نبود. یک زمان تصمیم گرفتن حمله بکنن، شرایط داخلی مساعد بود برای اینکه دیکتاتور بر سر کار بود، جمهوری اسلامی شرایط رو برای اینکه خارجی ها هر بلایی که خواستن سر ما بیارن فراهم کرده، از حمله نظامی میخواید بگیرید تا حتی تقسیم ایران، اونها هستن که این شرایط رو فراهم کردن و ما امروز به اشتباه به تحمیق مردم مشغول باشیم و بگوییم که اصلا به شورای امنیت که چه ارز کنم به سازمان ملل مراجعه نکنید. سازمان ملل بیا این نماینده ویژه‌ای رو که تعیین کردی که به نقض حقوق بشر در ایران رسیدگی بکنه، این رو اصلا برکنار بکن، اینو از ایران اخراجش بکن، بفرستش بره بیرون، برای اینکه مبادا در اونجا سوء استفاده ای بشه و بخواهن به ایران حمله نظامی بکنن.
به ایران هر زمان که اراده بکنن با این تجهیزات عریضی که جمهوری اسلامی باعث شده در منطقه وارد بشه، چه از طرف روس‌ها، چه از طرف نیروهای آمریکایی، چه از طرف نیروهای انگلیسی، هر زمان که اراده بکنن با این ضعفی که وجود داره در داخل مملکت حمله میکنن. به خاطر نمیدونم بهانه این و اون نیست، اما وظیفه ملی ماست. من جناب آقا زمانی میخوام اینجا از شاهزاده رضا پهلوی، میدونید من عضو شورای ملی نیستم، میدونید من هرگز وارد این مسئله هم نشدم، به خاطر اینکه وحشت از این داشتم که میگویند که گفتا کنالیم که از ماست که بر ماست، همیشه وحشت از این داشتم که با این در بازی که نشان داده شده چه نیروهایی که ممکنه جذب بشن که به قصد خرابکاری وارد شدن و بلافاصله هم خرابکاری کنن. هرگز اصلا من دخالت نکردم، نیومدم جلو و هنوزم که هنوز نیستم، همه میدونن، جناب عالی میدونید، شاهزاده رضا پهلوی میدونن. اما من از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک ایرانی، یک فرد سپاسگزارم، تشکر میکنم که پرونده جنایات خامنه ای جنایتکار رو سعی کردند که به دادگاه بین المللی جنایی ارجاع بدن. ایشون از این وجهه بین المللی که دارن و نام فامیلی که دارن بهترین استفاده رو کردن که بتونن با بعضی یا حتی تمام اعضای شورای امنیت سازمان ملل در اون زمان تماس بگیرن. ایشون از وجهه ملی خودشون بارها استفاده کردن که کسانی رو که در ایران درمانده بودن، کسانی که از مرزها باید فرار میکردن، پناه بدن، به اروپا بیارن، باعث بشن که اینها به جاهای دیگر دنیا برن، تحصیل بکنن، افراد مثمر ثمر بشن. و حتی من باز به عنوان یک ایرانی از شاهزاده رضا پهلوی سپاسگزارم که یک هممیهن ما رو که پلیس بین المللی در ایتالیا بازداشت کرده بود و خطر تحویل او به جمهوری اسلامی بود که ما میدونیم در اون سیاه چال‌ها چه میگذره، ایشون علارغم هر سابقه سو یا غیر سویی که داشته به صرف اینکه یک ایرانیست نجات دادن و از این وجهه بین المللی خودشون با نوشتن یک نامه استفاده کردن و جان یک ایرانی رو نجات دادن. آقای دکتر خیلی فرصت کوتاهی داریم، فقط 3-4 دقیقه تا پایان برنامه. اشاره کردید به این موضوع جنایت علیه بشریت. خب در این هفته های موضوع جز مباحث داغ بوده، چه به واسطه رویدادهایی که بعد از انتشار نوار آقای منتظری مطرح شد، چه به واسطه برخی صحبت هایی که حالا یا مقرضانه بوده یا از سر به هر حال ناآگاهی سیاسی و یا نشناختن مسائل و روابط حقوقی. ولی به هر حال برخی ها معتقدند که رسیدگی به جنایات انجام شده در طول 37 سال گذشته از سوی هیئت حاکمه جمهوری اسلامی در ایران میتونه به انسجام و وحدت ملی هم کمک کنه، اگر که اقوام مختلف از جمله عزیزان کرد در غرب ایران میبینند که کسانی که باعث کشتارهای گسترده شدند، یا عزیزان بلوچ وقتی میبینند که مسئولان نظامی یا انتظامی که باعث کشتارهای گسترده در حوزه های جغرافیایی محل سکونت اونها شدند به دست دولت سپرده میشن، همچنان به دولت مرکزی وفادارند و همچنان با تمام جانشون برای ایران و حکومت ملی ایران سینه در مقابل دشمنان سپر میکنند. شما این نکته رو وارد میدونید یا اعتقاد دارید که چنین مسئله درسته؟ بدون شک جناب آقا زمانی، ببینید، به نفع مردمان سرزمین ما نیست که تکه تکه بشن. یک جمعیت 80 میلیونی الان وزنه ای هستیم که مثلا قسمت های تکه تکه شده 5 میلیون اینجا، 4 میلیون اینجا، 3 میلیون اونجا رو هر بلایی که بخوان به سرشون میارن و به طور کلی همین امکانات ملی هم که هست از دستمون خارج میشه. ممکنه خارجی ها بخوان که از هر شهرداری یک رئیس جمهور بسازن و جایی رو تقسیم بکنن، اما همونطور که فرمودید این اقدامات ملی، این دست به دست دادن ها، این قدر دانستن هاست که امروز الان من موندم چرا همه نیروهای سیاسی دست به دست هم نمیدن، چرا سعی نمی کنن که همین اعترافات آقای منتظری یا اون مسائلی که ایشون مطرح کرده رو برن برسونن به گوش جهانیان، بدن به دست نمیدونم اون مأمور حقوق بشر، خانم مثلا دریافت کننده جایزه صلح نوبل کجاست، و اون وقت همونطور که فرمودید هم میهنان کرد و لور و بلوچ و غیره ما متوجه میشن که این فقط دل ما فقط موقعی درد نمیگیره که مثلا کمونیستی رو گرفتن کشتن، من برم الان دادخواهی برای اونها، یا یک عضو سازمان مجاهدین خلق ایران رو گرفتن، متوجه میشن که مرجعی هست به نام مرجع ملی، عشق و علاقه ای هست، یک در حقیقت
یک نوع اراده ملی هست که همه ایرانیان رو یکسان میبینه. فرق نمیکنه بهایی بهش ظلم شده، کرد ایرانی بهش ظلم شده، بلوچ ایرانی بهش ظلم شده، در دادگاه های بین المللی جنایی خواهان رسیدگی به این همه ظلم و جنایت رژیم غیر قانونی آخوندی است. و شما مسلم بدونید که هرگز به خاطر نقض حقوق بشر و حتی محکومیت، مگه الان نمیبینید اون رئیس جمهور اون کشوری که من اسمش خاطرم رفت که یه موقعی همدست جمهوری اسلامی بود، اسلامی، که الان حکم تعقیب بین المللیش هم صادر شده، کی میره به اون منطقه حمله بکنه؟ کشورش هم دو قسمت، شمالی و جنوبیش تقسیم شده، کی میره به اونجا حمله بکنه که بخواد؟ اشاره شما به سودان هست آقای عمر شریف. بله، رئیس جمهور سودان. آقای دکتر سپاسگزارم، ما به پایان وقت برنامه‌مون رسیدیم. اگرچه این صحبت بایستی ابعاد بیشتری از اون باز شه، امیدوارم این فرصت رو داشته باشیم که خیلی زود باز هم این افتخار رو داشته باشیم در خدمتتون باشیم، و اگر به ما فرصت دادید خیلی زود باز هم همین بحث رو با حضرت عالی دنبال کنیم. سپاسگزار از فرصتی که دارید. متشکرم دکتر سیامک شجاعی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی اقتصادی که همراه ما بودن از نیویورک. از شما هم سپاسگزارم که تا به این لحظه بیننده برنامه‌های رسانه‌ای افق ایران و تلویزیون اندیشه هستید. وقت خوش خدمت کردید.